war in Afghanistan is now over. پیشین افغانستان، افغانستان ترک کرد. سلام، خوش آمدید به ویژه برنامه یک سالگی حاکمیت امارت اسلامی افغانستان. من مجیب سلطانی هستم. امروز 24 اسد سال 1401 هجری شمسی، نخستین سال روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان در مقابل آمریکا و جمهوریت بود. یک سال پیش در همین روز، یعنی 24 اسد سال 1400، امارت اسلامی افغانستان توانست آمریکا و متحدانش را شکست دهد و نظام جمهوری را ورشکست کند. جمهوریتی که مورد حمایت آمریکا بود و بیشتر از 20 سال دوام پیدا کرد. نیروهای امارت اسلامی افغانستان با حضور جمع زیادی مردم از اقشار مختلف جامعه این روز را در کابل و اکثر ولایات جشن گرفتند. نن د موږ د استقلال ورځ ده. امارت اسلامی د اول کال لومړنۍ ورځ ده. موږ ډیر خوشحاله استو. د موږ ټول وطنان، ټول مشران، ټول ښځې، ماشومان، ټول ډیر خوشحاله دي. نن الحمدلله ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. جماعت اسلامي خپل تجدید ولمانځه او دا زموږ لپاره افتخار ده او دا زموږ د ویاړ ځای ده او موږ ته ډېر راضي. الحمدلله خدای تعالی درته همت ورکړي چې داسې مو ته خیر دی دانه او داسې ښایسته لاسته راوړل دي افغانستان ته ولري. روز بسیار بزرگی است. یک سال از شکست اشغالگران در افغانستان گذشت. امروز روز تاریخی است و همه سال ما این روز جشن میگیریم. زاد افغانستان د فتح د ازادۍ د ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. الحمدلله چې زموږ کوم ارمان هغه خدای پاک را پوره کوي. که څه داسې معذور سو، الحمدلله چې زموږ ارمان هغه خدای پاک را پوره کوي. موږ په دې قربانیو باندې خفه نه یو، تر دغه هم لا قربانیو ته اماده یو. زه هیوادوالو ته مبارکي وایم. موږ نن د استقلال د لمانځنې لپاره راوتلي یو. موږ له اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو. امروز روزی حوالی جشن افغانستان بود، امارت اسلامی. خودم بیانی میتیم که یک امارت اسلامی یک مردی دلاور و شجاع و امارت بودم. گفتنی بنده این بود که در امارت اسلامی قطره خونی دارم، دفاع میکنم. سال گذشته در چنین روز بود که امارت اسلامی افغانستان توانست با فتح کابل وارد ارگ ریاست جمهوری شده و پایه های حاکمیت خود را استقرار بخشد. درست در نزدیکی عصر روز فتح و قبل از ورود نیروهای امارت اسلامی افغانستان به ارگ بود که عبدالله عبدالله رئیس کمیسیون مصالحه ملی با نشر پیام ویدیویی از فرار اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به بیرون از کشور خبر داد. وی که رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رگالت قرار داد، خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. پس از ورود امارت اسلامی افغانستان به ارگ، با شام روز 24 اسد سال 1400 شبکه تلویزیونی الجزیره با نشر تصاویری از ورود نیروهای امارت اسلامی افغانستان به ارگ خبر داد و به فردای آن روز و در نخستین روز حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، ملا برادر آخوند در یک پیام ویدیویی از حفاظت جان و مال مردم اطمینان داد. د ټول ملت ته موږ دا وینا کوو چې د دوی د امن و امان و او د ښه ژوند د زندګۍ د برابرولو وستوان تر خپله طاقت پورې دا کوو. و به تعقیب آن نیز ذبیح الله مجاهد در یک نشست خبری از عفو عمومی خبر داد و سبب شد تا حرج و مرج ناشی از سقوط جمهوریت فرو نشیند و مردمی که سراسر در ترس و وحشت به سر می بردند را روحیه ببخشد.
پس از ورود امارات اسلامی افغانستان به کابل، سفارت آمریکا در کابل تخلیه شد و همزمان با آن تمامی نهادهای بین المللی و سفارتخانه های کشورها در کابل تخلیه و بسته شدند. آمریکا که شکست خود را در مقابل امارات اسلامی افغانستان پذیرفته بود، در نخستین اقدام خود دارایی های افغانستان را مسدود کرد و باعث شد یک دلار آمریکایی نزدیک به 130 افغانی در بازارهای ارزی افغانستان تبادله شود. و همزمان با ورود امارات اسلامی افغانستان به کابل، آغاز جنگ روسیه و اوکراین نیز به وقوع پیوست که در بالا رفتن نرخ مواد خوراکی در افغانستان و جهان تأثیر زیادی به جا ماند. مسئولان بلند رتبه جمهوریت که در روز نخست فرار قسمت اعظمی از دارایی های افغانستان را با خود به خارج از کشور انتقال داده بودند، امارات اسلامی افغانستان را با کمبود بودجه مواجه ساختند و این آزمون بزرگی برای امارات اسلامی افغانستان برای سرپا ساختن اقتصاد کشور بود. در همین حال با سقوط جمهوریت تمامی کمک های بین المللی به افغانستان متوقف و حتی پول های جمع آوری شده که قرار بود برای توسعه به افغانستان کمک شود به سازمان های مدد رسان ارسال شد. آهسته آهسته و با مدیریت درست مسئولان امارت اسلامی افغانستان در یک سال گذشته اقتصاد از هم پاشیده جان تازه گرفت و دولت امارت اسلامی افغانستان ادارات دولتی را فعال کرد و تمامی کارمندان وزارتخانه ها و ادارات را به کارهایشان خواست. نهادها و سازمان های بین المللی دوباره فعالیت هایشان را از سر گرفتند و دفاتر اکثر این سازمان ها در کابل دوباره فعال شد. سفارتخانه های کشورهای بیرونی یکی پی دیگری دوباره در کابل به فعالیت آغاز کردند و پروژه های بزرگ ملی نیز از عواید خالص ملی به صحنه اجرا درآمد. تنها در ماه های اخیر دو پروژه بزرگ، یکی پروژه بند برق کجکی بود، فعال شد و ظرفیت برق آن از 50 مگاوات به 151 مگاوات افزایش یافت و قسمت زیادی از آب را ذخیره و به زمین های زراعتی جریان داد. پروژه دومی کانال قشتپه است که 3.5 میلیون زمین زراعتی را آبیاری خواهد کرد و پروژه های زیادی دیگر از این قبیل در کشور به عرصه اجرا درآمد. در زمینه به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان نیز نشست های بزرگ منطقه‌ای و بین المللی نیز صورت گرفت که از آن جمله نشست بزرگ مسکو درباره افغانستان، نشست ترویکاپل است، نشست ویژه سازمان ملل و نشست ویژه اروپا می توان نام برد. نشست های اقتصادی درباره اقتصاد افغانستان نیز صورت گرفته است که از آن جمله نشست تاشکند و دستاوردهای خوبی برای امارت اسلامی افغانستان داشته است. گفتن می شود این نشست ها همه حکایت از تعامل جهان با امارت اسلامی افغانستان دارد و با برسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه جهانی بعضی مشکلات باقی مانده افغانستان نیز حل خواهد شد. امارات اسلامی افغانستان امروز 24 اسد سال 1401 هجری شمسی به منظور پیروزی در مقابل آمریکا و متحدانش در افغانستان را در حال تجلیل کرد که شمار زیادی از مردم، خبرنگاران خارجی از رسانه‌های بین المللی و کشورهای همسایه در آن اشتراک داشتند و از این روز به مثابه روز استقلال در کشور درج تاریخ خواهد شد.